سلام، من کامبیز قائم‌مقام از کانون سخن سازمانی فرهنگی سیاسی. این تقریبا 28مین سالیه که داره ادامه میده و معمولا در محلی بود در سانتا مونیکا و به خاطر جریانات کرونا و غیره امروز در تلویزیون رنگین کمان با کمک و فکر و همکاری های دکتر قاسمی انجام میشه و هر ماه برنامه هست، جلسه هست و با یکی از به اصطلاح کسانی که صاحب نظران ما مصاحبه میکنیم. معمولا در شرایط چیز در حدود 40-50 نفر نشستن در سالن، ولی امروز این کار مشکلیه و نتیجتا و زمانم محدوده. اینی که ما با سخنرانی به اصطلاح سخنران انجامه. سخنران امروز ما انسانی بسیار فرهیخته و از به اصطلاح مبارزین قدیمی و خیلی جالبه که خانوادگی در جریانات سیاسی و اجتماعی ایران بودن و مجددا از بچگی به این شرایط عادت داشتن، از به اصطلاح افراد نهضت ملی ایران و در خارج از کشورم که فعالیت های بسیار زیادی دارن. در این حال چیزهای تدریسی هم زیادن، یعنی در کار دانشگاهی هم فعالیت زیاد دارن و عملا امروز بحث ما در رابطه با این بود که بتونیم یک سازمانی، همیشه میدونی که همه در حال این کارن که بتونن یک سازمانی درست بکنن، یه وضعیت درست بکنن که همه بتونن درش باشن و از این پراکندگی بتونه در بیاد و سالهاست داره این کار انجام میشه و امروز به این جنبندی رسیدن که به این ترتیب شروع بکنن و از دعوت از بسیار سازمان ها و افراد دیگه بکنن که کمک بکنن که این جریان متشکل به طور کلی پایه‌ریزی شه. اسمش از همسازی ملی، همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران و حالا توضیحات کلیشو داده میشه، بعدا هم سوال جوابم میکنیم که این کار. خیلی خیلی خوش آمدین آقای دکتر قاسمی به کانون سخن. خیلی متشکرم از شما دوست گرامی آقای مهندس کامبیز قائم مقام که از دوستان قدیمی هستیم و به شما تبریک میگم واقعا که 28 سال این کانون سخن رو به هر حال اداره کردید. آدم های بسیار با ارزش اومدن در مورد مسائل بسیار مهم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری ایران صحبت کردید و خیلی خوشحالم که این کار ادامه پیدا میکنه و باز خوشحالم که بنده در خدمتتون هستم و این بزرگواری رو کردید و از بنده هم دعوت کردید که با شما امشب یک چند دقیقه یا یک ساعتی صحبت بکنید. همونطوری که خودتون فرمودید، مسئله‌ای که در موردش میخوایم صحبت بکنیم همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران. و برای اینکه اول قبل از اینکه به این مسئله همسازی بپردازم، خوبه که به این مسئله اشاره بکنیم که اهدافی که ملت ایران از 100 و خورده سال به این طرف داشتند کماکان برجاست و علارغم کوشش ها، نهضت ها، انقلاب مشروطیت، احزاب مختلف و بعد مسئله دوران رضا شاه و دوره مصدق، نهضت ملی شدن صنعت نفت و ادامه بدیم به انقلاب 1357، در واقع شعارها و خواستها همونهایی بودن که در عرض این
صد سال، صد و خورده سال وجود داشته و متاسفانه هنوز همون شعارها همونها هستند و براش مبارزه میشه و جانفشانی میشه و به نتیجه‌ای که باید و شاید نمیرسه. این فکریه که وقتی من 10-12 سال پیش یکی از کتاب‌هامو به نام ها که اسمشو الان یادم بیاد، جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت، که حدود 600 صفحه است، نوشتم به دنبال راه چاره بودیم که چه باید کردی که به هر حال وقتی به بنبست میرسه انسان و یا یک جنبش سیاسی در یک جامعه از خودش سوال میکنه این چه باید کرد. وقتی به دنبال جستجوی چه باید کرد بودیم، به این فکرم افتادیم که چه نباید کرد، چون تا میگفتیم چه باید کرد میگفتن آقا باید اتحاد کرد، باید همه همبستگی به وجود آورد، باید جبهه واحد ضد دیکتاتوری به وجود آورد و همه چیزهایی که همه رو با هم جمع کرد و فکر میکردیم که با جمع کردن همه با هم به نتیجه میرسیم. وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنیم میبینیم این همه با هم در یک جاهایی نتیجه داده. مثلا نگاه بکنیم در مسائل بسیار مهمی که ما داشتیم، جنبش مشروطیت، خب همه با هم جمع میشن برای هدف این که از استبداد دیکتاتوری تبدیل بشه به یک حکومت مشروطه و در این بسیار زحمت کشیده میشه، مبارزه میشه و بالاخره قانون اساسی به تصویب میرسه و اینجا همه با هم نتیجه میده. ولی بعد از همه با هم میبینیم که جنبش مشروطه به کجا میرسه. ما به دنبال این میگشتیم که چرا این میاد. همین قضیه در کجا تکرار میشه؟ در نهضت ملی تکرار میشه. شعار نهضت ملی و شعار مصدق ملی کردن صنایع نفت در تمام کشور بود. میبینیم که همه با هم جمع میشن و قبول میکنند و مبارزه می کنند برای اینکه نفت ملی بشه و نفت به شکل بسیار زیبایی، به شکل بسیار با ارزشی در ایران ملی میشه و به شکلی ملی میشه که نمونه میشه برای جهان و در کلاس های علوم سیاسی به عنوان یکی از درس ها یا یکی از چیزهایی که مورد مطالعه قرار گرفته و قرار میگیره کماکان، که چجوری مصدق تونست ملی بکنه بدون اینکه خونی از دماغ کسی ریخته بشه. ولی بعد از ملی شدن دیگه همه با هم نیست، چون مصدق پروژه دیگری رو میاره که اون پروژه ساختن ایران، ساختن و به وجود آوردن دموکراسی در ایران با 9 ماده
و با گرفتن اختیارات تام به عنوان نخست وزیر و رفتن به سوی ساختن ایرانه که میبینیم از هم تلاشی میشه و علیهش کودتا میشه. برای همه با هم یه جا تا یه جا جواب میده، ولی بلافاصله که میرسیم از اون دوره دوچار مشکلات میشه. همین قضیه در انقلاب 57 هم داریم. در انقلاب 57 هم به یه شکل دیگری همه با هم جمع میشن برای اینکه رژیم شاهنشاهی رو از بین ببرن، ولی بلافاصله بعد از اینکه رژیم شاهنشاهی از بین میره دیگه جواب نمیده و اون کسی که قوی تره و اون کسی که یک نیروی اجتماعی رو بهتر میتونه بسیج بکنه بدون اینکه از دموکراسی استفاده بکنه قدرت رو به دست میگیره و جامعه تبدیل به اینی میشه که امروز شده، یک حاکمیت اسلامی استبدادی ضد انسانی. بعد از انقلاب ماها افراد اپوزیسیون و کسانی که از ما هم خیلی خیلی بیشتر زحمت کشیدن مثل دکتر بختیار و دیگران باز به دنبال این بودن که خب چه باید کرد؟ راه حل چیه؟ در این جستجوی راه حل باز میگفتن که خب به این نتیجه میرسیدن خب باید، یعنی واقعا این اتحاد یک کلمه یه که خیلی شورحال میاره در انسان، یعنی خیلی راحت خریداری میشه وقتی میگید اتحاد به وجود بیاریم، همه رو با هم جمع بکنیم، یعنی یک نیروی عظیمی به وجود میاد، بنابراین همه دلشون میخواد، فکر میکنن که این نیروی عظیم و این اتحاد به وجود میاد و میشه با این اتحاد یک کاری کرد. میبینیم که بختیارم با جمع کردن همه بخش بزرگی از نیروها متاسفانه به این نتیجه نمیرسه، مجاهدین خلق همینطوری و جریانات دیگر، جریانات چپ همینطوری، میبینیم که به نتیجه نمیرسه. علت این که به نتیجه نمیرسه ما پیدا کردیم که این مسئله همه با همه، بنابراین اومدیم گفتیم به جای همه با هم و اتحاد کردن بلکه بگردیم یک طور دیگری عمل بکنیم و یک مقاله من نوشتم همسازی پایان دور باطل در سال 2009 و اون این بود که خب ما به جای این کارا بیاییم با هم بسازیم، با هم همسازی بکنیم، سعی بکنیم یک در این همسازی به جای اتحاد کردن فقط روی نظرات خودمون باشیم و بتونیم یک سطح مشترک پیدا بکنیم. باز بعد از مدتی باز با دوستان دیگر مسئله چه باید کرد باز مطرح شد و 4-5 ساله که روی این قضیه چه باید کرد و مسئله همسازی کار کردیم و متوجه شدیم که همسازی اگر بتونیم بهش برسیم مسئله مسائلی رو حل میکنه. حالا چرا این مسائل رو همسازی میتونه حل بکنه؟ برای اینکه در همسازی وقتی میخواییم بکنیم با هم همسازی بکنیم سه شرط وجود داره، سه عامل وجود داره. یکی این که اگر شما بخواید با هر کسی همسازی بکنید نزدیک بشید خب باید بشناسیدش دیگه، یعنی هویت رو، یعنی سه شرط. این سه شرط همشون با یک چیز شروع میشه و اون شناخته، یعنی
در اتحادها به این مسئله شناخت خیلی کم توجه شده، ولی در همسازی ها به این مسئله شناخت خیلی باید پرداخت. هویت، یعنی شناخت هویت کسانی که ما میخوایم باهاش همسازی بکنیم. ببینیم از نقطه نظر در نقطه مختصات، در محور مختصات، این وضعیت زد و ایگرگ و ایکسش چیه، در چه موقعی چه جایی قرار گرفته. یعنی هویت این آدم رو نه تنها بشناسیم، بلکه بیان خودش بکنه که مشخص بشه. یکی مسئله دیگر شفافیت. برای اینکه باز همسازی بکنیم، باید ببینیم این آدم تا چه حد معضلات جامعه رو شناخته، دنبال چی میگرده، میخواد کار سیاسی بکنه. آیا به طور شفاف به یک سری نتایجی رسیده یا نرسیده؟ آیا یک برنامه مشخصی داره یا نداره؟ آیا اهدافی رو تعیین کرده یا نکرده؟ و اگر کرده و یا نکرده، باید ببینیم که تا چه حد این اهداف دارای شفافیت هستند. اگر این دوتا رو ما شناختیم، خب علاقمند میشیم به اینکه همگرایی بکنیم. یعنی عامل سوم، عامل اول هویت، عامل دوم شفافیت، عامل سوم همگراییه. شما ممکنه با یک کسی اون دوتا عامل اولی رو داشته باشید، ولی اصلا علاقه به این که با او همگرایی بکنید، نه، این همگرایی وجود نه، گرایشی نسبت به اون نداشته باشید. بنابراین همسازی در شرایطی انجام میشه که این سه مسئله بهش توجه شده باشه. اگر این سه مسئله بهش توجه شده باشه، اون موقع راهی رو که ما میریم راهیه که میشه تصور کرد طولانیه. یعنی چی؟ بعد میگردم به اون چیزایی که راجع به گذشته و تاریخ ایران و شکست‌ها گفتم. غالبا علت شکست‌ها اینه که همه با هم جمع شدند و یک هدف مشخصی رو داشتند، به اون هدف رسیدن، ولی بعد از هدف نتونستن با هم ادامه بدن. ولی در این نوع همسازی، چون اون سه شرط مورد توجه قرار میگیره، یک نوع برنامه ریزی بلند مدت هم میشه. و بنابراین از این کلمه همسازی که در واقع یک ایهام هم هست، که در ادبیات فارسی بهش میگیم که در این حال دارای دو معنا هست، یعنی با هم ساختن، و گفتیم که با هم ساختن برای ساختن ایران، یعنی با هم همسازی کردن برای ساختن ایران. خیلی خوب، گفتیم همسازی، بعد گفتیم این همسازی ملیه. این همسازی ملیه یعنی از بطن و از اعماق جامعه و مبارزات جامعه ایران بیرون اومده، ملتیه، همسازی که مربوط به مردم ایرانه، ارتباطی با بیگانگان نداره، سرش به این کشور، به اون سفارتخانه، به اون قدرت خارجی بند نیست و در سطح کل کشور عمل میکنه. بنابراین همسازی ملی. بعدش گفتیم همسازی ملی خیلی خوب، ولی آیا همه کسانی که میخواند همسازی بکنن و میشه دور هم جمع کرد اگر ما اون سه شرط رو قبول داشته باشیم؟ خب بعد الان دیدیم و در عرض این 40 خورده ای سال دیدیم
که بسیاری دور هم جمع شدن، همه رو با هم جمع کردن، گفتن خیلی خوب شما جمهوری خواهی، باش، شما طرفدار سلطنتی، شما هم باش، همه بیاین با هم دیگه اتحاد بکنیم. و این همه با هم شدن دیدیم که نتایجی نداشته. نتایجی نداشته به چند دلیل نتایجی نداشته. یکی این که شما وقتی میخواید همه رو با هم جمع بکنید، یک سری، هر کسی یک نظری داره، هر کسی یک ایدئولوژی داره، هر کسی یه خواستهایی داره و این خواستا رو به راحتی به هم دیگه نمیشه جمع کرد و گفت همه بیان دنبالش بیفتن برن. بنابراین ما دیدیم خب در مرحله اول جامعه ما مبارزاتی کرده، اومده، رسیده. یکی از دستاوردهای او که انحراف پیدا کرده جمهوری خواهیه. بنابراین این همسازی ملی باید با جمهوری خواهان باشه. این چیزی نیست که یعنی ما جریانات دیگر رو باید رد کنیم، نفی کنیم، دشمن بدونیم. نه، اونها رو به عنوان حریف سیاسی خودمون باید بدونیم، چون در شناخت و در مبارزه ما همیشه باید بدونیم که حریف داریم و حریف سیاسی خودمون رو باید دقیقاً بشناسیم. سلطنت حریف سیاسی جمهوریه. بنابراین همسازی ملی جمهوری خواهان یکی از کارهایی که ما باید بکنیم. برای جمع کردن یا همسازی ملی جمهوری خواهان گفتیم که خب اینو در درجه اول ما همه رو نمیتونیم، همه جمهوری خواهان رو با هم جمع بکنیم. بیاییم جمهوری خواهانی رو با هم جمع بکنیم که در یک اصولی به هم دیگه نزدیکی دارند. گفتیم معضلات جامعه امروز ما چیه؟ سه معضل بزرگ رو پیدا کردیم. یکی فقر، یکی استبداد، یکی دخالت دین یا دولت یا حکومت دینی. گفتیم بنابراین ما بیاییم در بین جمهوری خواهان، ما کسانی داریم که این ستا رو قبول ندارن. مثلا جمهوری خواهی است که میگه من لیبرالیسم، من مسئله فقر برای مسئله نیست. جمهوری خواهی است که میگه خیلی خب ما طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا هستیم و شکل شورایی چیزش رو میخواد. جمهوری خواهی هم هست که میگه که آقا نه، دینم در دولت و اداره مملکت باید دخالت بکنه و ما مثل اینها فکر نمی کنیم. برای این گفتیم که ما همسازی رو بین جمهوری خواهان ملی طرفداران سوسیال دموکراسی و لایسیته به وجود بیاریم. درسته که در این بیان، در این جمله دو سه تا کلمه فرنگی هست، ولی کلمات فرنگی سوسیال دموکراسی در جامعه ما به هر حال شناخته شده است و در دنیا هم شناخته شده است و خودش یک سری امکاناتی رو میتونه به وجود بیاره برای اینکه این حرکت بتونه تبدیل به یک حرکتی بشه که طرفداری نیروهای آزادیخواه و مترقی دنیا رو داشته باشه. اما لایسیته سالهاست که همه به ما میگفتن که آقا این لایسیته رو شما بی خود میگید، برای اینکه مردم نمیفهمن لایسیته یعنی چی. به جاش بگیم که جدایی دین از دولت. من مخالف بودم و کماکان مخالف هستم، چون لایسیته فقط جدایی دین از دولت نیست.
لایسیته خیلی چیزهای دیگر هم درش هست که مسئله عدم تبعیض مهمترین از اونها هست. یعنی بجز این که دین نباید دخالت بکنه در امور مملکت و کشورداری و در سیاست به خصوص، لایسیته این هم هست که تبعیض در جامعه نباید وجود داشته باشه. ما در جامعه‌مون تبعیضات بزرگی داریم، مسئله زن و مرد تبعیضیه که برجسته ترین تبعیضیه که در جامعه ما هست. لایسیته اینو نفی میکنه، میگه زن و مرد برابرند. مسئله افرادی که دارای افکار مختلف هستند، در لایسیته همه افکار قابل قبول هستند و همه افکار و نظرها با هم هستند و باید در یک جامعه لایق بتونن با هم دیگه زندگی و همزیستی بکنن. در لایسیته اگر یک کسی همجنسگرا بود نباید گرفت کشتش، باید آزادش گذاشت کار خودش رو انجام بده. و اینم یکی از مسائلی که در جامعه ما هست و چقدر آدم رو در عرض این 40 خورده‌ای سال کشتن یا زدن یا زندان انداختن یا مجبورشون کردن فرار بکنن بیان به خاطر اینکه اینها مثلا همجنسگرا بودن. این یه چیزی طبیعیه، طبیعت بهشون. و خیلی چیزهای دیگه باز هست. یه کسی میخواد دینش رو عوض بکنه، میخواد بهایی بشه، میخواد مسیحی بشه، لایسیته اینها رو در نظر میگیره. بنابراین ما اومدیم گفتیم که این لایسیته ما روش پافشاری میکنیم. در این سال اخیر حداقل من از زبان چند نفر از ایرانیان وقتی صحبت کردم و گفتم که آقا این لایسیته در ایران وضعیتش، میگن مردم نمیدونن یعنی چی، میگن یه کلمه خارجیه، کلمه لاتینه، هیچ کس نمیفهمه چی و اینا. یکی از آقایونی که در کار سیاسی هم هست و بسیار فعال هم هست گفتش که فلانی کجای کاری، لایسیتر در ایران همه جا همه میگن و همه ازش استفاده میکنن و همه هم میدونن چیه. اون زمان گذشت که دیگه میگفتن لایسیتر و مردم نمیدونستن چیه. بنابراین با این یک خبر خوشحال کننده بود و ما روی همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک شروع کردیم به کار کردن. و این همسازی در واقع، چون باز بر میگردن به اون همسازی ملی جمهوری خواهان و جمهوری خواهان طرفدار دموکراسی و طرفدار لایسیته، گفتیم که اینجا قابل توجهه، گفتیم که این بخش دوم، یعنی بخش آخری که ما بهش میگیم جمهوری خواهان طرفدار جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران، اینها تدارکی ببینند، اینها خودشون جمع بشن چون با هم همگراترن و الان جمع شدن. بخشایی که واقعا اون اصول قبول دارن، مثلا یه دستن شما میرید توی جمعهایی یا میان مصاحبه هایی میکنن، میگه خیلی خب من طرفدار جمهوری خواهی هستم، ولی اشکالی هم نداره که مثلا سلطنت طلبا باشن، خب باشن، با اونا میشه کاری کرد. بعدا بریم توی ایران وقتی چیزی شد میریم اونجا و در اونجا رفراندوم میکنیم ببینیم کی به قدرت میرسه. آیا کسی میگیم که آقا لایسیته، میگه نه خب منم جمهوری خواهم اینا، ولی خب با کسایی هم که الان اصلاح طلبن یا میخوان به یه شکلی تغییراتی در داخل جمهوری اسلامی به وجود بیارن، خب با اینا هم باید کار کرد. اینا میگن ما جمهوری خواستیم. گفتیم خیلی خب، ما میایم
این مجموعه‌ای که اسمش هست همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران که با هم نزدیک شدن، میشه پایه و اساس تدارک دهنده به وجود آورنده دعوت کننده یک مجمع عمومی از جمهوری خواهان طرفدار دموکراسی و لایسیته. و برای چی حالا این کار کردیم؟ برای اینکه دیدیم اینها که خود شما هم جزش هستید، افرادی هستن که با هم گرایش دارن، افرادی هستن که در واقع زمینشون، زمینه فکریشون، زمینه فکری نهضت ملیه. وقتی من میگم نهضت ملی، برمیگردم به صد و خورده ای سال که مبارزه کردن به شکلهای مختلف، و وقتی هم در این مبارزاتشون شما میبینید همش برای از بین بردن فقر، از بین بردن استبداد و برای از بین بردن مذهب، دخالت مذهب و دین در سیاست بوده. شما با دوره های مشروطه نگاه بکنید، همین داستان رو داشتیم. فضل الله نوری رو بالاخره تونستن گرفتن، به دارش زدن. در زمان مصدق نگاه میکنیم، میبینیم که همین مشکلات وجود داشته و مصدق میخواسته با فقر و با استبداد و با دخالت آیت الله کاشانی و مذهبیون مبارزه بکنه. بر کودتای 28 مرداد به وجود آوردند و بنابراین اینها از اگرچه یک عده آدم های با افکار چپ بیشتر از سوسیال دموکراسی توش هستند، در واقع سوسیال دموکراسی چپ میانه است، چپ بیشتر از سوسیال دموکراسی هم توش هستند، ولی افرادی هستند که از نهضت ملی میان، افرادی هستند که در واقع جانمایه مبارزات خودشونو از نهضت ملی گرفتند. و ما این گروه به خودش این مسئولیت و به خودش این وظیفه رو داده که در ماهای آینده یک کنفرانس ملی طرف جمهوری خواهان طرفدار دموکراسی و لایسیته رو به وجود بیاره. و در حال گفتگو هستیم که خود شما هم هستید با نهله های جمهوری خواهی که به این فکر اعتقاد دارند و حاضرند در این چارچوب فعالیت بکنند. اینه اونچه که به طور کلی من از همسازی ملی جمهوری خواهان خواستم خدمتتون عرض بکنم. اگر سوالی چیزی هست که یا ناروشن بوده بفرمایید، در خدمتتون هست. خیلی متشکرم قاسمی، بسیار بسیار جالب بود. من سعی میکنم یکی دو تا سوال طرح بکنم که این سوال میشه معمولا در جریانم. اسم این داستان رو به این ترتیب که همسازی جمهوری خواهان ملی و سوسیالیست و لایک یه همچین ترتیب بود، ولی بعدا صحبت این بود که خب همه آدم ها سوسیالیست نیستن، گرچه تو نهضت ملی سوسیالیست بسیار زیاد بود، در جامعه خارج از کشور سوسیالیست ها خیلی خیلی قوی ترن، خیلی زیاد ترن، حالا چیزهای مختلف دارن. شما وقتی که این برنامه کلی اون به اصطلاح کنگره یا پیش کنگره یا جریاناتی که خواهد شد انجام خواهد شد، که انتظارم داریم که نیروهای غیر سوسیالیست هم بیان توش، چون خیلی از نیروهایی هستن که دارن مبارزه میکنن و سوسیالیست نیستن،
تکلیف اسم این ماجرا به چه ترتیب خواهد شد؟ خیلی راحته دیگه. اون موقع اسمش جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک نخواهد بود، بلکه جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک خودشون جزئی از اون جمع بزرگ خواهند بود. مثلا یه عده از جمهوری خواهان لیبرال، طرف لیبرال چی میگن، سوسیال لیبرال یا لیبرال هستند، یا یه عده دیگری از جمهوری خواهان شکلهای دیگه هستند. این هم یک بخشی از اون خواهد بود و اون اسم اون البته هنو اونجا تعیین خواهد شد، توسط جمع تعیین خواهد شد. ولی چیزی که من میتونم پیش بینی بکنم، میتونه همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران باشه. دموکرات و لایک ایران باشه. این در واقع همه جمهوری خواهانی رو که طرفدار دموکراسی هستند ولی ممکن سوسیالیسم نباشند و طرفدار لایسیته هستند رو جمع میکنه. حالا چرا این مهمه که ما این جمهوری خواهان رو جمع بکنیم؟ ما در فردای اون چی که در ایران پیش خواهد اومد، در مقابل، یعنی دو جریان بزرگ در مقابل هم قرار خواهند گرفت. این دو جریان، یک جریان عبارت خواهد بود از آدم‌های دموکرات جمهوری خواه، یا میگم جمهوری خواه، که در جمهوری خواهی اگر کسی جمهوری خواه واقعی باشه، هم دموکراسی هست و هم لایسیته است. و این در یک بخش قرار خواهد گرفت. یک طرف دیگر کسانی قرار خواهند گرفت که به یه شکلی دخالت دین و دولت رو قبول دارند و به یه شکلی حکومت مذهبی رو یا دینی رو بهش براش دارن مبارزه میکنند و اینها هم تعدادشون زیاده و معلومم در اون شرایط بعدی اینها هم امکانات بسیار خواهند داشت، که یکی از امکانات مهم اینها همون تحریک کردن افکار مذهبی مردم عام است. ما در مقابل این دو نفر، این دو جریان، یعنی این دو جریان در مقابل هم قرار خواهند گرفت. حالا یک فرضیه دیگری هم وجود داره. طرفداران پادشاهی، که خب طرفداران پادشاهی هستند، با جمهوری خواهان نخواهند بود. این طرفداران پادشاهی در این وسط کجا قرار خواهند گرفت؟ به احتمال زیاد اگر اینها قدرتی بشن و قوی بشن، با مذهبیون قرار خواهند گرفت. چون در تمام تاریخ دنیا، در تمام کشورها و در ایران، حکومت پادشاهی با مذهب ساخته و کماکان هنوز هم داره میسازه. در تمام کشورهایی که پادشاهی وجود داره، کلیسا و یا مذهب، در مثلا مراکش رو در نظر بگیرید، پادشاهی با مذهب مرتب ساخته. اون حسن چیز دوم که میاد یا پسرش میاد، با لباس آخوندی میاد. در انگلیس همینطوری، در بقیه کشورها. بنابراین یه جایی این جمهوری خواهان که تعدادشون زیاده ولی خودشون رو نشناختن، این خیلی خیلی مهمه، در مبارزه سیاسی مثل جنگ میمونه. در جنگ
باید اینو من از قول نویسنده کتاب هنر جنگ ورزیدن که یک چینیه و 4000 سال پیش اینو نوشته گفته و بعد این کتاب تبدیل به تز دکترایی کسی توی انگلیس شده و همه جا استفاده میشه، خیلی کتاب. در اونجا میگه که اگر میخواهی، میگه که اگر دشمن تو بشناسی در یک جنگ، 50% شانس موفقیت رو داری. اگر خودتو بشناسی، 50% شانس موفقیت داری. اگر هم خودتو بشناسی و هم دشمنتو بشناسی، هیچ کسی بر تو پیروز نخواهد شد. یکی از مشکلات مبارزان سیاسی، پیکارگران سیاسی ایران اینه که خودشونو و دشمنشونو به درستی نمیشناسند و وارد میدون میشن. ما باید از حالا یک پروژکسیون، یک چشماندازی به بعد از این اون اتفاق بیاندازیم، بعد از سرنگونی رژیم بیاندازیم. در اونجا ببینیم این آرایش به چه شکل خواهد بود. این آرایش به این شکل به نظر من خواهد بود که جمهوری خواهان یک طرف قرار خواهند گرفت، سلطنت طلبان و مذهبیون یک طرف دیگر، یا در یک حالت میانه، سلطنت اگر قوی نشه، قدرتی نشه، با مذهبیون در مقابل قرار خواهیم گرفت. و اینجاست که اون همسازی نیازه، و همسازی فقط برای این نیست که ما جمهوری اسلامی رو بندازیم، بلکه همسازی برای اینه که بعد از انداختن جمهوری اسلامی بتونیم در یک شرایط دموکراتیک قدرت سیاسی رو به دست بگیریم و در یک شرایط دموکراتیک بتونیم جامعه رو اداره بکنیم، بتونیم فقر و استبداد و خرافات مذهبی رو از جامعه ریشه کن بکنیم. این اهمیت جمع کردن جمهوری خواهان و همساز کردن این هاست، نه اتحاد کردن، نه همه با هم کردن، یعنی اتحاد یعنی همه یکی، واحد شدن، همه با هم یکی بشیم. نمیتونن آدم ها با هم یکی بشن، آدم ها باید هر کدوم اونطوری که هستن باشن، بلکه آدم ها باید بتونن با وجود اینکه اون یه طور دیگه است باهاش بسازن. این اصل لایسیته است. ببینید این همسازی در واقع چکیده افتاده از لایسیته است، یکی از چیزهای لایسیته است. یعنی من علارغم مسائلی که در تو هست و میدونم باهاش موافق نیستم، ولی حاضرم با تو بسازم، حاضرم با تو همکاری بکنم، حاضرم با تو همگامی بکنم، حاضرین با هم هم نفس بشیم و به راه بیفتیم و حرکت بکنیم. من با اینکه وقت کم داریم یه دونه سوال دیگه میکنم، چون بسیار چند دقیقه وقت است. من امروز توی برنامه مربوط به همین همسازی میزگردی بود شرکت کردم، تو هم میزگرد را نبودم، چند یکی دوتاش بودم، ولی این بسیار منو تحت چیز قرار داد. آقای سعید جعفری بودن. اولا توجه کردم که چهره های جوانتر از ما داره تو ماجرانی ها، چقدر واردن و بسیار خوب اداره شد، بسیار خوب گذشت. و من این اشکال جوانان که امروز هست تو تمام سازمان های سیاسی، و این فکر میکنین علتش چیه و میشه حلشه؟ تو خارج از کشور دارم میگم، تو داخل فرق دارم. مرسی. این آخرین سوال. بله، میشه حلشه و اشکال
یه بخش بزرگش از ما میاد، از مایی که سنی ازمون گذشته و مبارزه کردیم و این جوونا رو به اندازه کافی قدرشون رو نمیدونیم. فکر میکنیم که اینها بالاخره جوونن یا شناختشون کمه، یا اینجا هستن برای پادویی، یا اینجا هستن برای اینکه ما بهشون فرمون بدیم، دستور بدیم این کار. وقتی شما ارزش اینها رو بدونید، بشناسیدشون. من همین آقای سعید جعفری و چند نفر دیگر رو شناختم، رفتم توشون و اونها اومدن توی من، میدونید اونها منو شناختن. ما و در جوانها افراد بسیار بسیار با ارزشی هستن، در جوانهای امروز جامعه ما، حتی از نظر مباحث نظری و فلسفی وقتی اینها رو ولشون میکنید، بهشون اون آزادی رو میدید و ولشون میکنید، باهاشون صحبت میکنید، من شخصا ازشون چیز یاد میگیرم، میدونید؟ و اینو باید در، اگر ما اینو بهش توجه بکنیم، ارج بذاریم به این جوانها و میدون رو بهشون بدیم. ما یکی از کارهامون آقای کامبیز قائم مقام عزیز اینه که میدون رو برای جوانها باز بکنیم. ما نمیگم که حالا پیر شدیم شدیم، ولی تا نفس آخر نشون میده آدمای مثل من و شما مبارزه میکنیم، و مثل من و شما هم زیاد هستند، مبارزه میکنیم. ولی این انتقال رو باید ما، این زمینه رو باید فراهم بکنیم برای جوانان، و این یکی از وظایف اصلی ماست. نترسیم. ببینید رژیم خیلی عوامل امنیتی رژیم خیلی دقیق کار میکنند، تا جوانایی رو میبینن که در خارج از کشور دارن یک کم رشد پیدا میکنن، زمینه هایی رو فراهم کردن، یک کارهایی دارن میکنن، اینها رو صد جور بهشون تهمت و فلان و اینها از طریق افرادی که از طریق رژیم هستن میزنن. من کاملا با این چیزها مخالفم. من معتقدم که تهمت زدن خیلی چیز راحتیه، باید جوونا رو بهشون میدون داد. همین جوونا هستن، آینده رو کی میخواد اداره بکنه؟ من وقتی راجع به جوونا صحبت میکنم گریم میگیره. آینده در دست این جوونها هست، آینده ایران در دست این جوونا هست، وگرنه ایران از بین خواهد رفت. بنابراین این زمینه رو یه بخشش ما هستیم، یه بخشش اونها هستند، و اونها هم باید بدونیم تحت چه شرایطی به این در عرض این 30-40 سال گذشته از بچگی جوان شدن، در کجا درس خوندن، چه مشقت هایی کشیدن، چه زحمت هایی کشیدن، چه خستگی هایی داشتن. تمام اینا رو باید در نظر بگیریم. و امروز اومدن پاشون رسوندن به خارج کشور. شما در خارج از کشور میگید، از خارج از کشور ما باید ازشون میزبانی بکنیم، باید از نظر سیاسی، و به نظر من نتیجه میده و من این کارو کردم و نتیجه داده. جوانهای داخل کشور هم به نظر من سرمایه بزرگی در داخل جوان، در داخل کشور از طریق جوانها وجود داره. این سرمایه، سرمایه خفته است، سرمایه که در موقع ورشکستگی مورد استفاده قرار میگیره، و در آینده خواهیم دید که این سرمایه با ارزشه، چون تغییراتی در اعماق جامعه ایران به وجود آمد. خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. اولا خیلی ممنون از اینکه تو برنامه ما بودیم، در آینده هم خواهیم بود. خیلی متشکرم از اینکه این رنگین کمانو در خدمت جنبش گذاشتین و انواع و اقسام نظریات مختلف داره توش طرح میشه. یعنی یک پایگاه بزرگی داره میشه تو جنبش قاسم. خیلی ممنون. بله، این همونیه که صحبتشو کردیم و
میخواییم ببینید چیزهای رنگین کمان، اصول رنگین کمان این بالا، دموکراسی، استقلال، آزادی، حقوق بشر، جمهوری و لایسیته. و همین رنگین کمان ایران همینه دیگه. و از شما من خیلی متشکرم که برحال متشکر که چرس کنم، خیلی خوشحالم و شادمانم که ما با هم کار میکنیم. شما از افراد با ارزش، من همیشه میدونید که آدم نیستم اقرار کنم، و از افراد با ارزش جریانات سیاسی و نهضت ملی هستید که واقعا در این خیلی سالی که میشناسم همیشه پابرجا و محکم بودید، هر ساعت و هر دقیقه به فکر ایران و مردم ایران. خیلی متشکرم ازتون، خیلی ممنون. شب شما بخیر. شب همه بخیر.